سلام بچه‌ها، حالتون چطوره؟ خیلی خوش اومدید به این ویدیو بچه‌ها. امروز ناکن یزیدا رو بریم و ببینیم داشمین اومده با ویدیوی سبا دو ببینم با دو خونتون با اسکواد برو خونه اما بچه‌ها برای میگم برای چسبینا ماشاءالله یارم عشق کرد بلبلی زد برام بچه ها برای میگم به هم دیگه نشستین یکی میاد میذاره بیخ گوشتون میرین لابی آخه چی به هم نشستین این یه بار هزارم ببین جلو بچه ها امروز یک عدد ویدئوی سطحی موون براتون آوردم اینجوری به خدا بچه اینجوری ها یه شاتگان سه ضربه من براتون آوردم سطح بالاتر با یه دونه اَتچمنت بچه ها 117 براتون آوردم اینجوری مثلا صداش نمیتونم درام مثلا دقت کنم یه صدای خیلی خفن داره انمی رو باش میزنم انمی میگه خدایا این چی بود نه خودم میگه خدایا میگه این چی بود یعنی از اینقدر سری میندازه بچه ها خیلی گانه قویه 117 بچه از اون گانه ای که یه بافای ریزی گرفته حال میده باش بازی کردن دوباره باید دست بهش بندازیم تو آلکادراز که قیامت میکنه به نظرم الان از M13 امکان این که قوی تر باشه هست اینجوری که من باش بازی کردم یه دمیج خیلی حال یه دمیج سطحی داره دیگه M13 بچه ها یه نرفای خاصی گرفته سر همین یکم زیاد حال نمیده باش بازی کنم الان اگه سیزن چیه الان سیزن AK-117 است تو آلکا بچه میشوخی توی آلکاتراز 117 خیلی جوابه توی بتل هم جوابه چون بچه هیپ فایرش خیلی بد میزنه یعنی از اون گاناست که مثلا هیپ فایر میگیر رو انمی دیگه باید بمیره اصلا دیگه مثلا جای صحبت نداریم باید بمیری داداش اتچمنتاش هم بچه ها یه جورایی یه بافای خاصی به اتچمنتاش دادن قوی ترش کرده فعلا یه نوع اتچمنتش رو گذاشتم یه نوع دیگه هم براتون میذارم بریم سراغ گیم پلی از اون گیم پلی واسه چه گانی بود فکر کنم از اون چیزه داره M13 یه M13 هست بچه لجنده خیلی دوستش دارم بچه لایک و بنداز پای ویدیو این ویدیو کبود کننده است 26 تا کیل زدم فکر کنم تو 4-5 شات دوتاش توش بات باشه 26 تاش هم فکر کنم پلیر بچه بازی قشنگه از اون گیم هاست که بچه گفتم جدیدن دارم شناخو اسم هموز ایلیدنه خب چون گیم پلی جدیده از اون گیم هاست امیر سیکس رو زدم با دوبینم از اون گیم هاست که بچه ها چی میگن شما بگیر این امیر سیکس رو زیاد میبینم تو بازی بچه ها زیاد امیر سیکس تو اگه ویدیو رو میبینید داداشم آچو چی داشتم اینقدر امیر سیکس و اومی سیکس و حمید سیکس و محسن سیکس تو بازی داشت بچ همه سیکس شدن داداشم همتون دو خردای داشو میدین به مولا به شما میرسه شما تا صبح اسمتون رو بذارین سیکس کسی ردش کنه میکنه آ بچو این از اون گیم پلاس که دقیق زدم وسطای بازی بچ یه طرفه یاد گرفتم جیدانا اینو فهمیدم بچا 10 نفر 5 نفر 6 این مطمئنم 100% اصلا شک ندارم اینو خب تست کردم این دیروز اینو تست کردم این قضیه رو خب بچا توی بتل تست کردم توی آلکاتراس بچه ها چند نفر رو این روش رو یاد گرفتن نکنید که دیگه میگن که دیگه بتونم شات خانم رو عوض کنم چند نفر رو مثلا 10 نفر رو وان شات کنی تو سینه یه ضرب خب دیگه گانتو نمیتونی بچه ها کلیک کنی اینو جدیدا فهمیدم مثلا 3-4 تا پشت سر هم وان شات ناجور بزنی گانتو نمیتونی کلیک کنی بچه ها این چیزی که من فهمیدم یعنی من اگه با این فرمون بازی میکردم میرفتم مثلا همینجور دقیق تیم میزدم به انمیام رنگم میرفت 2000 اصلا بازی پرد میشدم بیرون یه رنگی پیدا میکردم دیگه همین بازی رو میباختم چون گارم رو نمیتونستم عوض کنم نمیدونم میخوردم چی تو اینجور چیزا دیگه خب یه چیزی فهمیدم وسطای بازی بچه باید 7-8 تا شات که زدی شاتگان تو پرد کنی بره بچه این به قرآن میگم به خدا بچه این شوخی نمیکنم باید شاتگان تو ول کنی بری شاتگان اتچمنت تو 100% برداری یعنی با همون شاتگان نباید پشت سر هم بزنی با همون این کشفیات جدید امیده برای اینکه خودم رو از این دست اکتیویژن نجات بدم بچه ها اگه با یه گان همش بزنی پشت سر هم تا آخر بازی یا بازی بد میخوری چیتر خب یا همون بازی و دیگه گانتو نمیتونی عوض کنی یکی از این دو بلا میاد سرت که این بلا که سر من داره میاد حالا این قضیه رو دارم رعایت میکنم بچه ها جنن دیگه مثلا همش با یگان نمیذارم یعنی اگه یه 7-8 تا وان شات بزنم گونو پرت میکنم میگم برو بیا با برو خونتون داشم اعصاب نداره برو برم کار آتش بین بردارم اینجوری بچا این تنها راهشه که چی بتونم گونم عوض کنم یکم روحیه‌ام بهتر شده آخه اینجا بچا چند تیر زدم طرف بیا بیرون کن ادا اطفال در آوردم بیا بیرون مغز بازی نکن داشم دهم نه با این کمپر تیریه خدایا بریم سراغ این پایینه اینا کی اینجا یزید بیا بیرون ببینم بیا بیرون ببینم اوه این سری میگم دیگه M13 زیاد حال نمیده نمیدونم یه جوری شو هیپش خوبه دروغ نگم بهتون هیپش خوبه ولی آقا نازنده‌هاش اون میده نه موری پانوس این فکر کردم مرچ کبودم یا امام داش کنید داغ بله ناموس فشار بخور عزیزم فشار بخور داش میاد الان یه آمپول میزنه به خودش بذار قشنگ نگاه شاتگانش هم انداخته شاتگان تو به داداش ای بی تربیت دو خورده بودو ببینم بچا این گیم پلی منو با هدفون بذارید من دیگه انقدر چپ و راست نمیبندن دیگه
بعضی جاها دستم در میره نمیدونم کجا بهم بستن دیگه، همین دیگه پلو میذارم یهو میبینم یه جا بهم بده، گفتم اومد کجا یادم نمیاد. بریم اینا رو کبودشون کردیم، این پرکر بنازیم رو شاتگان، اون 7 8 تا با این شاتگان بزنیم و پرتش کنیم بره دیگه، چون دیگه زندگی دیگه با این شاتگان به درد تو بگو نمیخوره، چون با این شاتگان زیاد بزنی چی میشه دیگه اکتیویژن نمیذاره گان تو عوض کنی. بچا واقعا اگه این بلا سرتون میاد این تنها راهشه، یعنی شاتگان تو میری عوض کنی، یا شاتگان تو واسطه بازی بندازین یا زیاد پشت سر هم واشات نذارین. تنها راه بنازن داشم چه بیخ گوشی زدم بات بود می هر چی که بود بیخ گوشش اینجوری تخور بیخ گوشش. لایک ویدیو رو اگه نکردید بکن بچا، این موو نشاتگانی که میخوام بهتون یاد بدم یک موومنت یزید، یک موومنت یزید اینجا شو وایسم سر جا فکر کنم. آها اینجا ببین بعضی موقع بچا این شینده مثلا میگن چرا اچ اف فلان پلیر یهو وایس سر جاش، چرا اینجوری که باو ما هم آدمی به نوزم میگم نه من شاتام دیگه جدی اینجوری. الان دیگه قضیه خطرناک، الان دیگه الان دیگه باید شاتگان رو پرت کنم واقعا میگم بچا، این شاتگان نباید دیگه زیاد نگرش دارم. داشتم در اون چرف زدم خدای آها با ما آدمیم بچا، اگه مثلا من با یارا میرم بازی میگه اهنگا امید چی داره دیگه اجاش تکون نمیخوره، خب ببین خب بچا شات اینجوری دقیق بزنید طرف کبود بشه، نه خب کبود نه کن 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 نگاه کجاست، نگاه کجا وان شاتش کردم اونجا، اون یارش هم میاد یه شات سه نفر رو زدم یه دونه میس ندادم همشون هم دمیج تا آخ تا ناموس دمیج خوردن. و تو این میاد آدمو فشاری میکنن ها، حال کردید بچا واقعا. الان این دیگه اصلا شاتگان دیگه الان پارک کرد واقعا، الان دیگه جاش نیست الان به نظر بچه واقعا 3-4 نفر پشت نگاه الان دیگه شاتگان پرت کردن بچه شاتگان بچه 3-4 نفر پشت سر هم بذارم 100% پرت، یعنی اصلا امکان نداره شاتگان چیکارش کنم نگاش دارم. چرا خیلی واضحه دیگه نمیتونم شاتگانم عوض کنم، الان باید برم کجا باید برم کنم آتش بردارم اگه بخوام اون بلا سر میاد دیگه. این ویتامین سی مال کی بود اینجا مونده خدایا، فکر کنم مال یک ماه پیش بود نشوخی میکنم مال امروز صبح بود. خب یه چند تا پلیر اون بالاست بذاریم نگاه کنم داشتونید واقعا بنوازشون بچه ها میگم دیگه اگه گاناتون گیر میکنه اگه یه تیکه هست که سریع بنازین اول بنازینشون زمین، خب بقیه وقت کردیم بنازینشون زمین دوباره بردارین گانتون درست میشه، اگه نمیتونین پرت کنین بره واقعا گان دیگه بردارین، یعنی من اینو فهمیدم یه گانیو زیاد باش بزنین دیگه پرتش کنین، حس میکنم خراب به خدا میگم بچه خنده‌دار ها بازی نه گان خراب بشه، ولی انگار که اکتیویژن مثلا با یه گانی زیاد بزنی نمیدونم حس میکنه چیتری میتری چی یه بلای سرد میاره، قطعا یه بلای سرد میاره. برم اینا براتون کبوتم بیا اینجا ببینم، بیا اینجا ببینم داشو میده ایلدار اومده باش ایلدار میشناسین، یک ابرقدرتی بود توی ورلد اف وارکرافت خیلی شاخ بود، یعنی اینا بود سولو بود و هر کی سولو باشه دوست داره من نمیدونم اصلا از اینا بود که مثلا تو بازی هر کسی مثلا یکی مثلا تیم داره چیزایی سولو بود کلا هر کاری میکرد خودش تنهایی میکرد، قدرتمندانه سولو اسکواد میکرد کاری میکرد نمکن 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 یزید اون بالا باشه تیر میزنه یه چند تا موومنت بزنیم برو اونور میرم برو اونور داشمی نیا کنه خطتون رو بگیره بزنه کبود تو الان میکنم. بریم این شاتگان یه شاتگان دیگه برای تو اینو فهمیدن تو طول بازی بچه باید حداقل 4-5 تا شاتگان عوض کنیم اگه میخوای شاتگان بزنی. من قبلا به خدا میگم بچه اکتیویژن اصلا سر شاتگان دی بلای خاصی میاره، حس میکنم یعنی بعضی موقعی کاری میکنه حتی اون شاتگان دیگه کارم نکنه، یعنی تیر درست حسابی هم نزنه نمیدونم چرا، به خدا میگم خنده‌دار شده برای این چیزایی که اصلا دارم میگم، یعنی با عقل خودم نمیخونه ولی یه همچین حسی رو دارم، یعنی اکتیویژن از هر کاری دریغ نمیکنه که جلوی پلیراشو بگیره اسکوادار نزنه. خب ببین بنده مود صد کی صد سایلنت بو این داداش هم سایلنت چون غمگین اینا دورت بگردم ناخون نیدو دیدی چه جا خالی دادن اون کنجه صداش اومد دیدم افتاد جلو پام جوری گفتم داداش بترک ببین آخه این دوباره ریوایو شد من بالا سر وا ول کن دیگه چی میخوای جونم شاد میز امبیا همینو میخواستی بودو ببینم این کیه یا من نوزم میگم دیگه اصلا آخه گیم پلیش داشون می اصلا دیگه دارن میشن چیتری، یعنی بعد از این امید سیک چیتریان چیتری ها اومد دیگه میسینا درش در کار نیست، خیلی کم بچو میسینم تمرین کردم دیگه تمرین آره تمرینش هم اگه بخوام بهتون میگم چیکار کنین شما اینجوری بشین کامنت تو کامنت ها بگین به خدا مثلا میگم دیگه یه بار گفتید داشتم اتچمنت ها رو بذار زیاد دیدم تو کامنت ها زیاد میگین ساخته میشه مثلا بعضی وقتا مثلا 10 مثلا 5 نفر میام میگم امید یه کاری بکن و خیلیاتون هم دلتون میخواد مثلا من این مثلا قضیه رو بهتون بگم که چجوری همش فان شد اینا و این نمیگینش خیال میکنین بقیه هم میگن و بقیه هم نمیگن بعد من میبینم کامنت ها کم ویدیو رو نمیسازم، چرا چون مثلا بعضی وقتا میدرسم ویدیو رو بسازم خیلیاتون دوست نداشته باشین بگین داشت ما اصلا همون وان شاتیم ما
ما اصلا میریم تو بازی خودمون، اصلا ما الان داشتیم میتونیم برای تو آموزش ویدیو بذاریم، ما باید برات ویدیو بذاریم. من یه همچین حسی پیدا میکنم، میگم خب آقا اینا خودشون نیاز ندارن، من برای چی براشون میذارم؟ سر همین هر چی نیاز داری کامنتشو بذار، آقا بوم بودو بینم بودو بینم بودو. حالا این اتچمنت خودم نیست، یکی از بیو خورده اتچمنتشو دوست ندارم، اتچمنت سیسماسی نیست، سیستوری نیست. خب بریم اینجا آخر این بازی من میمونم با یه اسکواد 117 میکشم بچه ها کبوری از اینا میکنم با این 117 وای البته یه تیکه کم اون دون بمیرم و یزیدشو بچه ها موونته که میخوام بهتون یاد بدم بچه ها خیلی یعنی یکی از بگم قویت می موونت الکی و چرت و پرت نیست، موونت به کار میاد، موونتیه که کمکتون ببین تو شرایط خودش بهترین موونته. شرایط خودش چیه؟ انمی جلوتونه، چند قدم جلوتره، یکم ازش فاصله داری، تو میخوای خودتو برسونی بهش و شات بهش بزنی. بعد بیشتر هم به درد گان بی وای 15 میخوره با کیارم. اچس هم برای اچس هم خوبه، این کیارم ما میگین اچس هم خوبه، ولی برای اچس یکم فایرتش اچس پایینه دیگه. ولی سر بی وای 15 الان میریم، سر بی وای 15 خودم آموزش دقیقش رو بهتون نشون میدم. اینجوریه یعنی اینجوری میری تو کله انمی، اینجوری میزنی تو چشش، اصلا یه چیز عجیب غریبی. خیلی من خودم از این موونت زیاد استفاده میکنم، چون دیدم قبلا گفته بودیم مثلا یه سه چهار زده بودم، مثلا زده بعضی بچه‌ها زده بودن امید این موونت که اونجا زدی چه جوری رو میزنی، آموزش رو بزنم باشو میدی رسوندش به همین سرعت. خب این اسکواد، یه اسکوادی بچه‌ها همش میچسب به من، یه اسکوادی همش میچسب به من یزیدا نمیذارن داش میذارن زندگیش برسه. خب یزید قضاشو گذاشتم اون ور بره بخوره، آورده گذاشته رفته این زیر میخوره و شاید بگه مداش بزن وایس کنارت، میره زیر این چرخای صندلیه و یه تیکون بخورم رفتم روش که برو اون ور دیگه میمده کاری دستم بر نمیاد، بزن قضاشو بخوره اینجا. بچه من نه اینجا یه نه هنوز بازی با اون مرحله نرسه، یه اسکواد کامل تو بازیه با یه چند تا پلیر. آره بذار بریم اینجا نکن نگاه این کمپر رو نکن بچه نگاه اینجاست، نه این رو ضربه کرد خبود کنم به نوازه قشن همه شونو میگیری، قشن اینجوری مثل آب پاش اینجوری میگیری روشون میگیم بگیریم بقوله میدم بقوله میدم تیر بقوله اصاب ندارم نکن نکن این وایسه اینجا نگاه وایشات این شات کن دوست جدیدن دوست دارم اینجوری شات کن بزن، اصلا دوست ندارم میس بدم، دوست دارم یکی بزنم انمی اصلا ایوی تربیت ایوی تربیت فشاری دیلی داشت، پینگش بالا بود، دیلی داشت، فشارش رو دیر خورد، یعنی مثلا یه 10 ثانیه دیرتر فشار خورد قشنگ مرد قشنگ. البته شاید هم وایسات برسم بالا سر فشار بعد به من بیا بگی یزید تو عجب آدم موزی بود. نگاه بچه اینجاست، آه نه تک به سه تک به چهار نیست، همون سه سه و چهار فرق نمی کنه. نگاه بچه اینا اینجا وایسته نکن، اینجا گفتم برای خطشون میگه از این زاویه بزنم دم، نه گفتم بذار ایا یه پامورقی ریز بگیرم حکم کردم، حکم اومدم بذارم دم نگاه کن این بشه این یارو چیزا رو کلیک بیتش کردم، چون میگن شما بگین یارو چه اسم شما بگین یارو ایدراپ رو نو الان میارم رو ایدراپ نکن کن 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 میارم رو ایدراپ میگم داداشم بیا اینجا میرم بیا اینجا صدیو در حال کردی یزید بچا یزید بیا اینجا میرم یه شاتم به این میزنی بو مرد اخی والله خون زنده بود دیر طرف ای تازه فهمید مرد دیر فهمید بچه واقعا شات های نوازنده از داشمید زیبا جادار مطمئن بیا تو هم یه شات هم به تو بزنم زندگی زیباتر بشه ای خدا کی واسه دیدی کم موند بمیرم این بعضی وقت کیارم اینجوری میشه چون تیراش یکم جمع اگه نشونه بگیریم بچه ها بریم سراغ بچه ها موومنت نه کنی بچه ها موومنت قدم به قدم یادتون میدم تمرینش باید کنین خیلی جوابه موومنت الکی نیست نکنی اینجا دو نفر داشون راش میدن خب نکنین یکی رو هوا داداشم خداحافظ تنزی خودت تنزی نخون یه نخون این موومنت هست نخون مثلا بسرم موومنت از نخون از الان موومنت شروع میشه نخون از نخون یک دو سه گرفتی مثل در نخون یک دو سه مثل رقصه ولی این موومنت بچه ها حالا شاید بگید شما شانسی بود نه من اینو همیشه میزنم نخون نخون اینجا دوباره میزنم نخون 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 یک دو سه این بچه یک دو سه بچه ها سه ضربه خب شاید خنده دار باشه حالا آموزشش خیلی سخت میشه اگه شما این موومنت رو بزنین انمی خیلی سخت میتونه بزنه تو خب خیلی هم خطرناکه بچه‌ها این از اون بگم موومنت های توپ بازی از این فاصله شون هیچ کار خاصی نمیتونی کنی سر خالی به درد نمیخوره آقا بچه‌ها نخوین سر میخوری چپ خب سر میخوری چپ یه شات میزنی نخون یه شات خب میپری راست یعنی مایل رو به راست میپری نخون میپری راست رو هوا یه شات میزنی دوباره سر میخوری چپ یه شات میزنی گفتی یک دو اینجا اینجوری 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 حالی شد این بچه ها خیلی موومنت قویه یعنی یکی از بهترین موومنت هاست برای فاصله متوسط خب خیلی هم به کار میاد مثلا انمی
بعد برای چی کانی خیلی خوبه؟ برای بچا بی وای الان دوباره بتون آموزش دوباره میگم بکن، برای بی وای 15 خیلی خوبه چون فایر ریتش بالاست. حالا با اچ اس نمیشه این کارو زیاد کرد چون با اچ اس باید سر بخوری بعد بپریتی بزنی چون فایر ریتش نمیکشه، ولی بی وای 15 فایر ریتش تونتون میاد. شما باید بین هر نصف موومنت بزنی، مثلا بخوای سر خوردن یه نصف موومنت، پرش یه نصف موومنت، دوباره سر یه نصف، نکن اینجا نکن، یه سر میخورن تیرمو میذارن چون نمیدونستم اینجاست. خب یه گان میکشن، یه موومنت چپ میخوای چپ یک نکنی، راست پرش دو نکنی، دو چپ سر سه، حالی شد نگاه، سر پرش سر سر پرش سر سر پرش سر، گرفتی یک دو سه یک دو سه. بچه انقدر میزنین حفظ بینید، به ظاهر موومنت آسونیه ولی برین تو بازی تستش کنین ببینید با بیوای چقدر سق میشه زد. سیکس داره بچه ها صدا میکنه میگه بیا داره برام باز کن. بچه ها مرسی که ویدیو رو دیدین. بچه میگم برای بار هزارم برین تو بازی فقط تستش کنین، اگه درست این موومنت رو با بی وای 15 بزنین بچه میبینید چقدر موومنت قویه. خب سه ضرب برید بزنید، عاشقتون هم تمرینش کنین، مراقب خودتون باشین. تو کامنت ها هر ویدیو دوست دارین براتون درست کنم بگین براتون درست کنم، و تا ویدیوهای بعدی بای بای.